علیرضای خوشگل ما از شیراز. علیرضا رو من از طریق کاش سرفینگ آشنا شدم. کاش سرفینگ هم یک سایت اینترنتی خیلی جالب هستش که شاید بزرگترین سایت اینترنتیه. آنیتا از پولن اومدم از طریق سایت کارسرفین که یکی از بزرگترین اتحادیه های اینترنتی دنیاست که شاید نزدیک 2 میلیون جمعیت داره. من هم عضو این اتحادیه هستم که به این صورت شروع میشه که بیایید به کمک هم جهان بهتری بسازیم. و کاوچ یعنی مثل کاناپه هست در واقع به کلمه انگلیسی. سرف میگم که یعنی سرف کردن که توی اینترنت آدم جستجو میکنه، سرچ میکنه و اینها. این اتحادیه که میگه بیایید به کمک هم جهان بهتری رو بسازیم، هر کسی که عضو این اتحادیه میشه ثبت نام که میکنه، بعد خودش کاچ خودش رو یا امکانات خودش رو در هر کشوری که هست، در هر شهری که هست معرفی میکنه. مثلا من هامبورگ هستم، میگم که یک اتاقی دارم، این اتاق خودم رو در اختیار مهمانایی که از سراسر دنیا میخوام بیان مثلا بازدید یا مسافرت بیان برای هامبورگ بیان، من میتونم به طور موقت یک نفر یا دو نفر رو پذیراشون باشم. حتی این کار سرفین میتونه در حدی باشه که شما حتی شهر رو معرفی کنید یا امکانات مختلف خودتون رو در اختیار بذارید. این اتحادیه یعنی در مقابل یک سری کسایی که بعد از توریست‌ها استفاده مالی میکنن به وجود اومده که ارزش‌های غیر مادی رو و ارزش‌های انسانی رو در وهله اول قرار میده. Ich bin seit, ich glaube, 10 Monaten in Couchsurfing angemeldet und ich finde diese Seite und dieses ganze Projekt ganz toll und ganz schön, dass Leute kann andere Leute kennenzulernen aus anderen Ländern und auch ein bisschen Travel zu anderen Ländern und in diesem Grund mein Gesichter lernen und auch meine andere Leute kennenlernen, genau. Und wenn ich jetzt, ich bin studieren in Berlin und ich möchte ein bisschen in Deutschland fahren, ja, und ich finde Hamburg ganz schön, ganz toll Stadt und aus diesem Grund, ich war suchen, welche Leute auf Couchsurfing wohnen in Hamburg und ich muss sagen, dass es viele Leute in Couchsurfing in Hamburg, aber viele auch ein bisschen verrückt Leute. Ja, und wenn ich war deine Seite gefunden, du siehst sehr warme Person auf dieser Seite und mit sehr interessanten Geschichten. Und das war die Gründe, weil ich habe zu dir einen Brief geschrieben und gefragt über Couchsurfing. Das mache ich Anita für Couchsurfing Satzelung gerade. بعدش هم اسلو رفته و هم شهرهای مختلفی که رفته، که این پروژه یه پروژه‌ایه که خیلی جالبه که آدم توی شهرهای مختلف، کشورهای مختلف میره و این افراد رو آشنا میشه. این تو خواسته بره هامبورگ، بعد میره توی هامبورگ، قسم کسایی که توی هامبورگ خودشون رو توی این صفحه معرفی کردن پروفایل اونها رو میخونه. من هم یکی از اون افراد بودم. ما خودمون تو اون صفحه‌ای که هستیم یه سری عکس میذاریم، از خودمون معرفی میکنیم، چه زبانهایی رو میدونیم و چه کارهایی میکنیم و مثلا شغلمون رو میگیم و این مسائل باعث میشه که به هر حال این افراد یه مقدار شناخت پیدا میکنن. بعد ظاهر منو که دیده بعد گفته که خب تو یه چهره گرمی رو داشتی و من تو رو انتخاب کردم. Okay, und dann meine Frage. Ja, also meine Frage ist so, dass ich bin mehr als Begleiter für Anita, aber ich kenne seit eigentlich Anfang Couchsurfing wegen meiner Freunde,
die sind ziemlich kontaktoffene Leute und sie empfehlen es als gute Gelegenheit, Leute zu kennen, nicht nur in Polen, sondern auch in Ausland zu fahren. Couchsurfing bringt mit sich solche Offenheit und ja, das ist stimmt. Ja, genau. Und die Leute, die da sind, möchten es weiter so empfehlen. Also hier gibt es auch einfach Gefahr. Ja. Wie kann man einfach andere Leute vertrauen? مثلا این مسئله هستش که خب چطور مردم میتونن خیلی راحت به دیگران اعتماد کنن. این احتمال هم هستش که خب خطرناک باشه. توی پروفایل خودم نوشتم هم مرد هم زن میتونن به سمت به طرف من بیان و خونه من بیان، حالا چند روزی هم که میان. بنابراین این سوال هستش که آیا واقعا این خطرناک نیست؟ چطور ما اعتماد میکنیم؟ اما اینجا یه مسئله هستش که توی این سایت هر کسی پروفایل تو قسمت پروفایل خودش یه توضیحاتی میده، از خودش میده، بعد این ما هم آدرس خودمون رو میدیم، تلفن خودمون رو مینویسیم، بنابراین خود اون سایت ماها رو میشناسه، هم موقعیت ما رو میشناسه، هم مایی که میخوایم با یه نفری ارتباط برقرار کنیم از طریق اون سایت انتخاب میکنیم. وقتی که اینا رو میخونن که مثلا چه چیزایی نوشته با اون تصویرها اون عکسایی که گذاشتن، یه احساس اولیه، شناخت اولیه به آدم دست میده که بر مبنای اون میرن جلو. اما trotzdem gibt es einfach Risiko auch. Wir nehmen in Kauf, das einfach riskieren. Ist aber gut, ohne Risiko geht nicht. Ja, der Leben ist Risiko. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel man muss, wenn man bei Couchsurfing möchte sein, müsste man auch offen sein. Ja, genau. میگه که توی Couchsurfing هم اصلا افرادی که عضو این اتحادیه هستن آدمایی هستن که اوفن هستن، باز هستن و یه مقدار آدمای ویژه‌ای هستن، افکار خاصی رو دارن، اندیشه خاصی رو دارن که با این اهداف این سایت هماهنگی باید داشته باشه که به هر حال برای یه جهان بهتری، برای یک دنیایی با هم دیگه، یعنی در واقع یه مقدارم افکار سوسیالیستی توش هست. من میتونم بگم خودم متأثر از اون افکار سوسیالیستی خودم که یک زمان خب این رول اصلی اصلا این نیستش که ما دوش از طریق این اینترنت یا از طریق این کاری که انجام میدیم فقط پول به دست بیاریم یا منافع مادی به دست بیاریم، بلکه ما میخواییم که همون اهداف انسانی خوبی رو پیش ببریم که انسان‌ها به هم نزدیک بشن و بگیم که هدف بالاتری از پول و مسائل متریالی یا مادی برامون رول اصلی رو بازی میکنن. یک برنامه جالب دیگه که هست، اونایی که توی شهری مثلا هامبورگشون یه شهر بزرگیه، ما اونایی که خودمون عضو این اتحادیه هستیم برای هم دیگه نامه مینیم، ایمیل میفرستیم و بعد میگیم مثلا فلان روز بیایید مثلا فلان کافه یا فلان جا بشیم با هم دیگه صحبت کنیم که من تقریبا 2 ماه پیش اینا رو دیدم، بوده 10-15 نفر، اکثرا هم جوون بودم. این خیلی خوبه که این همه جوون هم خودشون یه همچین برنامه رو گذاشتن و خودشون رو فعال کردن. آنیتا میگه که من تجربه افراد سن بیشتر رو هم داشتم که خب این آخیس ایش بینوش این آخیس بیگر من 51 سالم ولی کلن این برنامه خیلی جالبه که اینجوری با هم دیگه هم ملاقات میکنم و اون کسایی هم که عضو هستن توی این کارسرفینگ هم دیگر رو اینجوری با هم دیگه قرار میدن نزدیک میشه. اینا خیلی جالبه که ما یه همچین چیزی رو در سطح جهان مطرح کنیم و تبلیغشون کنیم و دیگران رو بکشونیم و تشویق کنیم که توی یک همچین برنامه هایی مشارکت داشته باشیم. مقاله‌ای هم نوشتم و خیلی کسا رو هم تشویق کردم که عضو بشن. قبل از این که این ارگانیزاسیون رو این سایت رو بشناسم، کلن خودم یه همچین تیپی فردی بودم که همه جور افرادی رو میپذیرفتم بسن برای خودم، اما بدون اون
سیستمیک بدون سیستم، فقط هر چی که از روی دل خودم بود و از روی تجارب شخصی خودم بود این کارو میکردم. اما این ارگانیزاسیون یک سیستم داده به این مسئله و بنابراین اون فرمی که این ارگانیزاسیون داد به اون احساس من، به اون آرزوی من خیلی قشنگتر بود. کاوچ‌سرفینگ یک امنیت بیشتری رو داره به خاطر اینکه خب یک سری کسایی رو از طریق پروفایل و اون شناختی رو که از طریق عکس ها و به هر حال اون چیزهایی که نوشتن، اینفورمیشن هایی که مردم دادن و بعدش هم آدمایی که توی اینجا خودشون رو معرفی کردن و خودشون رو ثبت نام کردن، یک تیپ افراد به هر حال تحصیل کرده و یک سری افراد خاصی هستن. این بی خانمانی اینها نیست، اینا میخوان یک ایده ای رو پیش ببرن، یک هدفی رو پیش ببرن و یک با این یک اندیشه انسانی رو تحقق مادی بهش بدن. So das finde ich sehr sehr toll, als ich diese Internetseite kennengelernt habe. Das war wie ein Triumph, یک پیروزی بود برای من، یک دستاورد بزرگی بود که من این سایت رو آشنا شدم. خب زیبا، تو گفتی که این دختر خانم‌ها دانشجوی اکسچنج هستن، یعنی چی این؟ دانشجوی تبادلی، یعنی اکسچنج یعنی تبادلی یا حالا آلمانیش میشه آوستاو. البته این پروژه توی دانش آموزان هم هست، خیلی جالبه. این پروژه مثلا اینجوری هستش که مثلا یه سری توی اروپا آستاوشه میکنن، یعنی اکسچنج میکنن، تبادل میکنن. این میگه مثلا فرض کن پولن از لهستان یک سری دانشجو بیاد مثلا دو ترم بیاد پیش ما، ما دانشجو خودمون رو بفرستیم جایی اونجا که هستن، باعث میشه که این دانشجوان در اون دوره تحصیلی خودشون با کشورهای مختلفی آشنا بشن. تبادل اندیشه، تبادل علم، تبادل فرهنگ، همه این چیزها. این پروژه برای دانش آموزان هم هست. Ich hatte solche Erfahrungen aus meiner Oberschule in Polen, dass es gab ziemlich viele auch kleine Austauschen, zum Beispiel drei Monate oder so. Ja, sie hatten eine Freundschaft oder Partnerschaft mit anderen, zum Beispiel in Deutschland. Und, und manchmal, zum Beispiel, hat dann die deutsche Lehrer oder englische Lehrer angefangen, einen Kontakt mit Schülern auch, die sprechen in dieser Sprache aus auch anderen Kontinenten. Und zum Beispiel, wir hatten einen Kontakt angefangen mit Leuten aus zum Beispiel Argentinien. Ah, und, sehr gut. Ja. Okay. Wir haben da noch ein bisschen was für die Schamusan, das hier haben wir ein Projekt, das wir in از کاتیا آرژانتینو میگه مثلا که یه نفر رو پیدا میکنه. من خودم پسر خواهرم بود اون موقع که توی دبیرستان بود، سه ماه میره به شیلی، از شیلی اون پسر میاد سه ماه خونه هم دیگه. اینا اینجوری که مثلا هم زبان کشور دیگه رو آشنا میشن، هم فرهنگ کشور دیگه رو، و همین که یه پسر مثلا فرض کنید 16 ساله یا 15-16 ساله میره خودش تنهایی به یه کشور دیگه با یه خانواده دیگه زندگی میکنه و یا حالا یه دختری همینطور اینجا که خوب دختر پسرم راحت رابطهشون هست و اینجا تفاوت بین دختر و پسر نیست و این آوستاوشن یا اکسچنج تبادل هم برای دانش آموزان هست هم برای دانشجوها هست و این خیلی جالب. حالا البته با تفاوت هایی که این دوتا پروژه برای دانش آموزان و دانشجویان هست، ولی نفس این کار بی نهایت جالبه. دست زر و انترزانت پروژت و ادا پروگرام دست این فاسو آوستاوشن کلتور آوستاوشن کنن لرنن اوندن درس ببوست وردن فرتروهن تو این اندر هبن und dann einfach ob jede je mehr open oder offener zueinander. Ja, das ist auch, ich glaube, ein bisschen kleine Prüfung in deinem Leben zu richtiger Leben, okay. Gehen nach anderen Land und و هر لحظه که آدم میاد توی همچین تجربی رو که قرار میگیره بیشتر میتونه، یعنی بیشتر اوپنتر میشه، بازتر میشه، راحتتر میشه و در انجام چنین پروژه هایی
قویتر و جسورتر میشه و بهتر پیش میره. من هم امیدوارم که دوستانی که این فیلم رو میبینن واقعا هر روز پیش قدم بشن و دل خودشون، خانه خودشون و امکانات خودشون رو به روی تمام انسان ها و اصلا همه موجودات باز کنن. نیکولا ما رو امروز دعوت کردن برای رستوران با پیشنهاد ما اومدیم برای رستوران مولانا که با فرهنگ ایرانی هم آشنا بشن و غذاهای ایرانی و محیط آتمسفر okay. Hi Olga. Hi. Yeah, it's Alistair. Alistair. Very, very nice. Hola. Oh, from Russia. From Russia. Russia. Ruslan. From couchsurfing. Oh, hey. Very good. Behzad Nadimi from Tabriz. I'm Persian, Iran. Okay. دوستی من که امروز اومده و احزادم ما رو اومده آورده که اینجا که بتونیم با هم دیگه یه روز خوب داشتیم. زرین مهمون کوچولوی من از کاسترسین angemeldet und habe geguckt und habe sie das Bild gesehen und habe gedacht, da möchte ich hin. Ja. Die Frau möchte ich kennenlernen. Ja. Und dann habe ich ihr geschrieben und jetzt bin ich hier. Ja. Hast du auch über meine Profil etwas gelesen? Ja, ich habe gelesen, dass du irgendwie im Feld Medizin studiert hast, dass du aus dem Iran kommst, dass du 5 Jahre im Gefängnis warst wegen deiner politischen Einstellung. Wie kann man durch diese Couchsurfing einfach andere Leute trauen einfach. Verlasse mich ein bisschen auf mein Gefühl, dass wenn ich ein Bild sehe und mich das anspricht in meinem Herzen, und so war es halt mit deinem Bild. ما چجوری میتونیم توی Couchsurfing اعتماد کنیم به انسان افرادی که نمیشناسیم و چطور خود ویبک اعتماد کرد به خاطر اینکه تو Couchsurfing یک جاییه که ما فقط از روی این اینترنت میریم خونه کسای دیگه اونجا شب رو میگذرونیم و ویبک گفتش که من اول به احساس خودم برمیگردم به اون چیزی که قلبم میگه بعد اون تجربه خودش رو هم هر کسی بعد از این وقت رو میگذرونه این که تموم میشه بعد میرن توی Couchsurfing بینویسن و Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn Couchsurfing oder die anderen Medien eine reine Kontaktbörse sind. Ich glaube, also ganz persönlich, dass viele
viele Kontakte irgendwo an der Oberfläche stecken bleiben. Wie seht ihr beide die Zukunft dieser Kontakte? Ich bin sehr viel in meinem Leben gereist. Ja. Ich bin sehr viel in meinem Leben von Menschen, die ich vorher nicht kannte, eingeladen worden, ihre Häuser zu teilen, bei ihnen zu schlafen. Es waren kurze, wundervolle Kontakte. Die meisten Menschen habe ich danach nie wieder gesehen. Auch wenn wir Adressen und Nummern ausgetauscht haben und ich gesagt habe, wenn ihr je nach Europa kommt, nach Berlin, ihr seid bei mir willkommen. Ich denke, das ist die Natur der Dinge. Jens, خب یه مقدار صحبت کرد درباره اینکه Couchsurfing یک بورس کنتاکت هست. در قسمت بعدش هم پرسید که آیا سطحی نیستن این روابطی که ایجاد میشن. این آیا این روابطی که ایجاد میشن در حد سطح نمیمونه آیندهش به کجاست؟ ویبکه در جواب به سوال ینس گفتش که این کنتاکت های خیلی خوبی داشتم، روابط خیلی خوبی رو داشتم، حداقل هم یک من امکاناتی رو که میخواستم به دست آوردم و ضرری هم ندیدم و به هر حال کلن نظر مثبت خودش رو داد. Ich möchte jetzt deine Frage antworten. Ich sage, was liegt daran falsch, wenn durch eine Internetseite Kontakte erzeugen wird? Jens sagt, diese Kontakte sind oberflächlich. Jeder Kontakt von Anfang an ist oberflächlich. Das hängt von uns, wie können wir diese Kontakte vertiefen. Ich möchte auch nicht sprechen. Sag mal, deine Meinung. Stell mal eine Frage. Was hast du gesagt? Ach, das okay, ist so nett. Ich meine, das finde ich gut, dass wir können einfach unsere Härte aufnehmen, unsere Leute aufnehmen. Ohne Angst. Vielleicht um meine Kontakt mit dieser Junge war oberflächlich, aber einfach. یه توضیح دادم در رابطه با اینکه درسته که ممکنه سطحی باشه وهله اول، ولی اون چه که دیگران از این رابطه میبرن بستگی داره به اینکه ما چجوری این روابطمون رو پیش ببریم و هر نوع هر رابطه هم یه نقطه آغازی داره. اول میتونیم با همین شروع یه خونه رو در اختیار قرار دادن باشه، با یه دونه با هم دیگه غذا خوردن باشه، معرفی همدیگه باشه، ولی بعدش میتونه این رابطه خودش رو بیشتر پیش بده. حتما اینکه بلافاصله ما این اثر رو در نظر بگیریم نیست. یه پسری که از کاوچ‌سرفینگ اومده و پیش من زندگی کرده بود، و یک شب بود ما با هم شاید دوچرخه سواری کردیم، با هم یه غذا خوردیم، یه شب هم اینجا خوابید رفت، ولی اثر خوبی رو که برد این که میتونه قلبش رو باز کنه، میتونه دیگران رو بپذیره، میتونه اعتماد بکنه و یه همچین اثراتی شاید بلافاصله خود اون روابط نباشه ولی برای هر کدوم از روابط ما میمونه و این اثر کمی نیست. به نظر من این Couchsurfing یک اتحادیه بی نهایت جالبیه و بی نهایت اهداف خوبی رو پیش میبره و تا حالا هم موارد سوء استفاده هم ممکنه پیش اومده باشه 100%، ولی ما در کل پروسه باید نگاه کنیم و به کل مجموعه نگاه کنیم. Red mal über Utopien, über deine Utopie. اوتوپی یه چیزیه که ینس مطرح میکنه که نمیتونه یک تصوریه که در رئالیتت یعنی در واقعیت نمیشه اون رو پیش برد، ولی من معتقدم که همین Couchsurfing ich denke das Couchsurfing auch war am Anfang ein Utopie aber ist verwirklicht geworden. Couchsurfing هم یک ایده بوده، یه بسته اوتوپی بوده ولی تونسته به واقعیت کمی پیش بره. Utopien sind dafür da verwirklicht zu werden. Für mich auch Couchsurfing ist zugestimmt bisschen ein Teil von meiner Utopie, Umfang von meiner Idee.
با کاوچسرفینگ هم یه مقدار با اون ویزیون یا ایده های من هم یه مقدار تطابق داره و من خوشحالم که عضو این اینترنت سایت هستم. از طریق همین کاوچسرفینگ هم دنیاهای جدیدی رو، انسانهای جدیدی رو آشنا شدم. زارینه ایس این گشنگ دوش کاوچسرفینگ. زارینه یک هدیه قشنگی بود برای من. Und dann, das ist Geschenk, das war Geschenk für mich durch Couchsurfing. برای من یه هدیه بزرگی بود. Ein Geschenk des Herzens. Auch همین که من تونستم لمسش کنم، همین که یک روز از زندگی من رو یه رنگ دیگه هم داد، و من ممنون این اتحادیه، این Couchsurfing هستم. تقدیم زیبا. مرسی. حبیبم گلنار که دادی آب هر، فریبم گلنار نیابی ای کاش، نصیب از گردون که شد نا کامی، نصیبم گل نار بود مرا در دل شب تار، آرزوی دیدار تا به کی پریشان، تا به کی گرفتار، یا مرا آمده وعده وفا، راز خود نگهدار، یا به روی من خنده ها بزن، قلب من به دستار. چه دیدی از من حبیبم گلنار، چه داری آم هر، فریبم گلنار. عالی. اینم از